بله، با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبانی هستم. ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو با هم دنبال میکنیم. جمعه است 15 ماه جولای 2016. بسیار خرسندم، خوشحالم، به راستی خوشحالم از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما واقع شده و سپاس بیکران دارم از اون عزیزانی که با مهر خودشون نسبت به بهتر شدن برنامه به ما یاری میرسونن. همین که در میان برنامه به ما خبر میدی که آخرین خبر حرکت در ترکیه است و بعدها اینا با شعار حقوق بشر و دموکراسی ارتشی ها به خیابان آمدن، نخست وزیر همچنان بر سر کاره، اردوغان خبری ازش نیست، نخست وزیر پشت سرم داره اعلامیه میده که میگیریم میبندیم و اگر این کودتاچی هایی که بی مجوز وارد خیابان شدن و دارن تو خیابان ها رژه میرن بگیریم باباشونو در میاریم. باید نگاه کنیم ببینیم که چیه این ترکیه. دیروز میگفت من میخوام با اسرائیل همسو بشم، چیه ماجرا، از کجاست، چرا این اتفاقا داره میفته. اما قبل از اینکه به اینجا برسیم به ماجرای ترکیه، من از آقای دادرس خواهش کرده بودم تشریف بیارن امروز اینجا و از این فرصت استفاده کنیم راجع به وقایع فرانسه و نیس حرف بزنیم، چون اگه خاطرت باشه روز چهارشنبه که در خدمت آقای دادرس بودیم، آقای دادرس مسئله رو گفتن و گفتن که فرانسه در التهاب، حتی مقامات پلیس و غیره درخواست کردن از مردم که اگه میتونیم برین خون بدین برای اینکه ما میخوایم ذخیره خون داشته باشیم، محتمل است عملیاتی. ولی بریم ببینیم که نگاه دقیق یک کارشناس اطلاعاتی در این زمینه چیست، چگونه به قضیه نگاه کرده. داخل کامیونو که جستجو کردن سلاح‌های پلاستیکی و غیره بوده، اونجوری که میگن طرف به غیر از اسلحه‌ای که با خودش ظاهرا داشته اسلحه دیگری نبوده، توی کامیون ادای اسلحه رو دل آورده بوده، قلابی بوده. آیا واقعا قلابی بوده، آیا دروغ میگه پلیس و ماجرا چیست؟ بریم پیش آقای دادرس ازش بخوایم که این داستان رو از زبان خودش و دید کارشناسیش برای ما تعریف کنه. آقا باز هم از حضور شما در برنامه نهایت سپاس رو دارم از اینکه مهر میکنی گاه و بیگاه هر وقت که مزاحم وقت شما میشیم شما با طیب خاطر میپذیری و در برنامه شرکت میکنی. بسیار ممنونم. دلم میخواد از زبان شما اوضاع نیس رو بشنوم و اگر فرصتی بود بپردازیم به وضعیت در ترکیه، ببینیم که شما به عنوان کارشناس نظامی این کودتا در ترکیه رو چجور تحلیل میکنید. مطمئن دلم میخواد بیشتر راجع به فرانسه که معلوم است حرف بزنیم تا چیزی که هنوز اتفاقی نیفتاده، نمیدونیم، گرد و خاک، تو گرد و خاک چیزی دیده نمیشه. بفهمید. خواهش می‌کنم. درود به شما و شنوندگان و بینندگان گرامی. از بزرگ شما البته منتی بر سر شما نیست، برای اینکه من از بعد از ظهر دارم چند تا مصاحبه انجام دادم در مورد همین مسئله نیست در فرانسه و به هر حال بد نبود که تلویزیون شما هم از این مسئله دور نمونه، به هر حال بروز باشه. حالا فرصتی هم شد حتما در مورد کوتاهی که در جریانه در ترکیه خواهم گفت، چون به هر حال من در یکی از کودتاهای ترکیه اونجا حضور داشتم سالها پیش و مقداری به ترکیه هم آشنا هستم، رفت آمد به اصولا جریانات نظامیان در ترکیه. از بزرگ شما این اتفاقی که در شهر نیس افتاد، چون البته میدونید که الان بودن پس از این ماجرای داعش و اولین اتفاقی که در ژانویه 2015 در فرانسه افتاد، نشریه شارلی هبدو و بعدش هم 13 نوامبر در پاریس اتفاق افتاد و همینطور برخی رخدادهای کوچک و بزرگ در فرانسه، این آمادگی، یعنی این آگاهی وجود داره که هر آن امکان داره اتفاقات خونین و مرگباری در فرانسه رخ بده. دلایلش هم من سال گذشته در چند مصاحبه گفتم، یکی ضعف پلیس و نیروی انتظامی و امنیتی فرانسه بود که پس از ماها بررسی از سمت یک کمیسیونی در مجلس پارلمان فرانسه، اینها اقرار کردند و به 36 مورد
اشکالات اشاره کردند و قبول کردند که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی فرانسه، انتظامی فرانسه، ضعف‌هایی دارند مشخص بود. و حالا در پی برطرف کردن اینها که این ضعف‌ها هم زمان میخواد و هم بودجه میخواد. هم زمان کم داریم و هم بودجه کم است در این فرانسه در این زمینه ها. خساراتی که از سال گذشته به فرانسه وارد شده فقط این خسارت ظاهری نیست. ببینید فرانسه یک کشوری است که 62 میلیون جمعیت داره ولی 120 میلیون توریست در سال به این کشور رفت آمد میکنه. بخش مهمی از درآمدهای فرانسه از توریست شهرداری پاریس پایتخت فرانسه بودجه نزدیک 50 میلیارد دلار داره که از برخی بودجه کشورهای آفریقایی هم بیشتر. اما این مسئله که در نیس رخ داد یه مقداری خب بلافاصله این رو طبق معمول که الان دیگه تقریبا رسم شده ربطش میدن به داعش. خب تا پیش از اینم که القاعده بود میگفتن القاعده است، ولی به نظر من البته این یک هیپوتز، به نظر من امضای داعش پای این ماجرا دیده نمیشه، هرچند که در واقع هدف و سرچشمه داعش که باز در اسلام ریشه داره در این عملیات دیده میشه. خب یه شخص تونسی، محمد نامی که شنیدم اقامت فرانسه رو داره، یعنی ملیت اینجا هم نداره و ایشون 3 تا بچه داره، یه همسر داره و بیاد بره یه کامیونی رو اجاره بکنه و این اتفاق افتاده. اما برای این حرفم هم یه دلیلی دارم. به هر حال همه این اتفاقاتی که این روزگار هر گوشه جهان بیفته برای داعش بسیار خوبه، برای اینکه داعش اینها رو به حساب خودش میذاره. هنوز هم داعش رسما این ماجرا رو نپذیرفته. اولا گفته میشه که این شخص در اون، من توضیح بدم که این کامیون یا این تریلر چی بوده، این مسئله خیلی مهمه. این کامیون اجاره‌ای بوده در یه شهرک اطراف حدود 6 کیلومتری نیس به نام سن جان دو لاغ، یه همچین نامی داره، اجاره شده از یه شرکتی و کامیونی بوده که یخچالدار بوده. خب این تریلی یخچالدار، شما تریلی های معمولی رو، این آقا گفته که من میخوام اسباب کشی کنم، معمولا تریلی یخچالدار رو برای اسباب کشی نمیگیرن، تریلی هایی میگیرن که اگر تریلی باشه، کامیون های بزرگ بوده، این تریلی بوده که اون مشخص از 19 تن بوده، از ایناست که 18 تا چرخ، چرخ های دوبله هم داره و اون کامیون ها میدونید که روی یک سطحی سواره و یه چارچوبای فلزی داره که خیلی هم سنگین نیست و روی این کامیون ها چادرهای برزنتی کشیده میشه. و مسئله مهم اینه که اونا وزنشون سبکه، اجارش هم ارزون تره. اما چرا این آقا رفته کامیون یخچالدار گرفته که اجارش گرونه؟ و به دلیل وزنش بوده، چون قصد داشته که مردم رو زیر چرخهای این کامیون یخچالدار که حداقل 2.5 برابر یک کامیون ساده است له کنه، له و لبر بکنه. خب این نشون میده که قصد داشته بیشترین تلفات رو وارد کنه، که البته داعش هم سفارشش اینه که به هر ترتیب ضربه بزنید و تلفات، بیشترین تلفات رو وارد کنید. اما یه مسئله دیگه هم در نیس این 2-3 سال اخیر میگذره. اولا نیس یه شهر ساحلی، کازینو داره، هتل های لوکس داره، همه سال توریست های گوناگون از کشورهای اروپایی، امریکا و اخیرا چند سال هم است که روس ها زیاد میان اونجا، روی مغازه ها، روی بوتیک ها، روی در پمپ بنزین ها همه به زبان روسی، عربی، اینا همه خوش آمدگویی ها نوشته شده. یه شهریه که بیشترین دوربین های حفاظتی رو در فرانسه شهر نیس داره. این شهر به دلایلی که نزدیک به آبهای مدیترانه و از اون سمت با فاصله کمتر از 70-80 کیلومتر به مرز ایتالیا،
باندهای مافیایی هستن، اونجا دزدی انجام میشه، سرقت هست، سرقت های مسلحانه، جوار فروشی ها و غیره اتفاق میفته. فاصله 30 کیلومتری، 32 کیلومتری با شهر کن داره که فستیوال سینمایی اونجا برگزار میشه و شهرهای دیگه که بیشتر جمعیتش بورژوا هستن و پولدار هستن. این شهرها معمولا هم گرونه، اما همیشه در این شهرها یه تعداد عقربی تبار خارجی تبارای عرب تبار شمال افریقا هم به خاطر اینکه اونجا کار پیدا میشه زندگی میکنن. همین آقا هم در یک خانه آپارتمان سوشیال زندگی میکرده که دولت در اختیارش با اجاره بسیار کمی، چون در نیس مخارج خیلی بالاست، ملک خیلی قیمت داره، مثلا جواز تاکسی برای تاکسی حتی از پاریس گرونتره. برای این یه شهری بسیار پرهزینه اما کارم توش پیدا میشه. به هر حال این آقا هم راننده کامیون بوده. اما از سال 2012 یک وزیر امور دینی سعودی یک ساختمونی داشت در مرکز شهر، تو مرکز شهر که من میگم اونجایی که من اشاره میکنم زیاد نیس قدیمیه، چون میدونی یه زمانی نیس پادشاه داشته برای خودش، خیلی دوران قدیم، این تمام اینا کشورهای کوچیک و مستقل بودن در اون زمان. این منطقه‌ای که الان این اتفاق افتاده یکی از بهترین مناطق، یک جایی هست که بهش میگن کومونات دزانگله، یعنی گردشگاه انگلیسی ها، و در کنار ساحل مدیترانه است. به جز اینی که یک بولوار بزرگی دو طرفه اتومبیل میره، در اونجا به اندازه یک بولوار هم پیاده رو داره اونجا که این مردم جمع میشن. معمولا رسم در 14 ژوئیه صبح رژه میرن، حالا در هر شهری هم مثلا آتش نشان پلیس، در پاریس در میدان کنکور روبروی رئیس جمهور و مهمانان و ارتش دارن، بعضی جا هم اگه پادگان داشته باشن اونجا رژه میرن و الا مامورین آتش نشانی و ژاندارم و پلیس و اینا. بعد از ظهر غروب یه بال یا رقص ترتیب میدن که معمولا اینو آتش نشان های هر محلی ترتیب میدن، حتی پایگاهی دارن، مردم رو دعوت میکنن توی حیات اون پادگان و موزیک زنده میارن و آهنگ های شاد میزنن و مرد و زن میرقصن. اما هنگامی که غروب میشه آتش بازی انجام میشه و آتش بازی که در نیس انجام میشه بسیار زیباست، برای اینکه این آتش ها رو به سمت مدیترانه شلیک میکنن و مردم هم جمع شده بودن اونجا و این آقا هم از پیاده رو وارد میشه و شروع میکنه به کشتار. حالا میرسیم به اون. این آقای وزیر امور دینی سعودی یک ساختمونی رو وقف میکنه برای یه مسجدی به نام مسجد النور که گفته میشه 70% هزینه این مسجد رو هم چند نفر مسلمان خیراندیش دادن، مشخص نیست. و این مسجد چند ماهی است که درست شده، اما شهردار شهر که از حزب جمهوری خواه و دست راستیه مخالف افتتاح این مسجد بود. پیش از آغاز رمضان حدود یک ماه و نیم پیش اون انجمن مسلمانایی که این مسجد در اختیار اونا بود شکایتی میکنن به دادگاه اداری در نیس. دادگاه اداری به نفع مسلمانان رأی میده و میگه این مسجد باید افتتاح شه، اما این آقای کریستیان استورسی باز جلوی افتتاح مسجد رو میگیره و پیشنهاد میکنه که این مسجد رو مصادره کنیم، یعنی بخرن البته از مالکش و بکننش، تبدیلش کنن به مهد کودک شیرخواران، یعنی زیر 3 سال. و هر حال ماه رمضان شروع شد. در آغاز ماه رمضان، روز اول رمضان، 2 نفر جوان عرب تبار میرن در یکی از کافه های نیس، یا یه خانومی پشت بار بوده، صبح ساعت 8 بوده و به این خانوم میگم اگه نمیدونی ما رمزونه، الله گفته که فروش مشروبات الکلی ممنوست. و اون خانوم هم میگه که الله خودش مسئولیت داره مجازات کنه، شما که فرستاده الله نیستید. یک کشیدهی به این خانوم میزنن و فحاشی میکنن و فرار میکنن. این اولین اتفاقی در ماه رمضان افتاد در شهر نیس بود. چند روز بعد در یکی از شهرهای غربی فرانسه، شمال غربی به نام نانت، یه خانومی رو که هوا گرم بوده شورت پوشیده تو اتوبوس، چند تا زن دیگه که احتمالاً
نگفتن ولی مسلمون بودن، به این اعتراض کردند و با این درگیر شد. سال گذشته خانمی در یکی از شهرهای شمال پاریس در پارک با مایو آفتاب میگرفته، باز چند تا از همین دخترانی که مشخص شد عرب بودن میان و به این فحاشی میکنند و درگیری ایجاد میکنند. خب این مسائل داره روزانه میگذره. به هر حال امکان داره که این شخص به هر حال مسجدش باز نشده در نیس و یه مقدار انگیزه برای این کار داشته، اما به هر حال انگیزه تروریستی بوده. حالا وابستگیش به داعش باید مشخص شه و یا اگرم نبوده به هر حال در جهت اهداف گروه های جهادی و یکیش داعش. اما وقتی که ایشون حمله میکنه با ماشینش با این تریلی حرکت که میکنه دقیقا 2 کیلومتر و 400 متر، یعنی 2400 متر این مسیر رو طی میکنه. اگر این اتفاق در امریکا افتاده بود من به شما قول میدم که در همون لحظات آغازین پلیس امریکا اینو پشت فرمون میکشت، میزدش. اما در فرانسه این پلیسی که من میشناسم اینجا، اینها وارد که شده گفتن ها راننده فرمون بریده، ترمز بریده، سکته کرده پشت فرمون و هزار و یک دلیل، تا زمانی که این رفته جایی که این اسلحه کمری در آورده و شروع کرده به تیراندازی به سوی مردم، چون خورده به یه دونه از این در حقیقت مثل چارپای سایبونی که پایای فلزی داره روش چادری داره، اونجا بوده که اینا فهمیدن نه این تروریسته داره تیراندازی میکنه و بعد از تیراندازی موفق شدن اینو بکشنش. در واقع باید همون سانتیمترهای اول که این حرکت کرد میزدنش. در امریکا اگه بود این کار میکردن. به هر حال این عدم آمادگی پلیس فرانسه و قوانینی که در فرانسه جاریه که الان هم صحبتش هست که باید این قوانین عوض بشه، باعث شد که این آقا موفق بشه که 84 نفر رو بکشه، 18 نفر الان شدیداً بستری هستند و بعدم تعدادی کودک در اینا بوده، چون در نیس در تابستون تا حدود 9.5 یوگرگ رو به 10 گاهی تا 10 شب، چون ساعت‌ها رو اینجا جلو عقب میکشن، روشن اونجا و برای آتش‌بازی سعی میکنن که آسمون تاریک بشه، که 10.5 شب این اتفاق افتاده و این 2.5 کیلومتر هم این آقا در عرض چند دقیقه بیشتر طول نکشیده، یعنی خسارت و این کشتار رو در عرض چند دقیقه بیشتر طول نکشیده که انجام داده. اما آقای رئیس جمهور فرانسه معمولا در روز 14 ژوئیه یک سخنرانی، یعنی در حقیقت یه مصاحبه با رسانه‌های مهم فرانسه میکنه و یه سری نکات رو اونجا میگه سیاستاشو. از جمله اشاره کرده بود که ظهر دیروز اشاره کرده بود که لزومی نمیبینه پس از پایان جام ملت‌های اروپا که به خوبی و آرامی گذشت وضعیت فوق‌العاده رو تمدید بکنه، چون وضعیت فوق‌العاده برای بار دوم تمدید شده و تا 26 ژوئن یعنی حدود 11 تا 12 روز دیگه باستی ادامه داشت و بعد لغو میشد اگر تمدید نمی‌کرد. ولی شب اومد و پیامی داد که مجبور اینو برقرار کنه و به جز این اینا حدود 54,000 و خورده ای ذخیره اکتیو دارن، اپراسیونل دارن، یعنی عملی دارن. این ذخیره ها کسانی هستن که خدمت نظام انجام دادن در ارتش، ژاندارمری، پلیس، اینها به اصطلاح آموزش های نظامی دیدن، اینها رو احضار بکنن و البته داوطلب هم میپذیرن که بیان به کمک نیروهای انتظامی، و اینکه واقعا نیروهای انتظامی پلیس فرانسه، ژاندارمری، ارتش، 10,000 ارتش آماده باشه تو خیابونا. اینا خسته شدن. یک چندی پیش، تقریبا یک ماه پیش، یکی از همین نظامیایی که در این طرح امنیتی در پاریس هست در زیر زمین گالری لافایت خودشو با اسلحه نظامیش کشت. من پارسال هم عرض کردم که آمار خودکشی بین سال 2015 بین نیروهای پلیس و ژاندارمری فرانسه حدود 79 نفر بوده، 43 نفرش پلیس بود و ما بقیه 30 خورده‌ای
ژاندارم بودن. این آمار خودکشی ها البته برخیش دلایل شخصی فامیلی داره، برخیش هم دلایل کاری داره. به هر حال این اگه در یک کشور دیگه انجام میشد خیلی فاجعه آمیز بود، ولی در فرانسه تقریبا پذیرفته شده. اینا بر اثر فشار کاری طاقتشون کمه، شکیباییشون کمه. به هر حال نیروهای پلیس به شدت خسته شدن و حتی من پارسال روز اشاره کردم که حدود نزدیک به 2 میلیون ساعت فوقالعاده کاری به اینا هنوز پرداخت نشده. و در واقع خدمت عرض کنم که کار پلیس و انتظامی در فرانسه در واقع یک کار شغل، حالت وظیفه و اینها، وظیفه ملی و اینها برای خیلی ها، برای اکثریتشون نداره. من یک کمیسر پلیسی که همسایه من بود سالها پیش دیدم، با هم صحبت میکردیم. خب اونم فهمیده بود که منم در ارتش بودم و به هر حال صحبت که کردیم من ازش پرسیدم چطور شد که این شغل انتخاب کردی، پلیس علاقه من بودی؟ چون به هر حال برای بعضی مشاغل مثل ارتش، پلیس، خلبان شدن، نیرو دریایی، اینا چت باز شدن همین یه علاقه ای میخواد. گفت نه، من دنبال کار در آژانس کاریابی دولتی میگشتم و اونجا به من گفتن که میخوای پلیس بشی؟ گفتم خب چطوره؟ گفتن اینه، یه دفترچه به من دادن و من رفتم و شدم پلیس و الان هم کمیسر پلیس هم، یعنی یه درجه مثلا سرگردی سرنگدویی داشت همچین حالتی. و چون یه زن چینی داشت اینو گذاشتن مسئول اطلاعات در پاریس 13 که محل چینی هست. این در این حد بخوام بگم خیلی اینجا احساس وظیفه و اینها نیست، اما خطری که این کشور رو تهدید میکنه این است که حدود 2-3 ماه پیش پس از این ماجرایی که پیش اومد در یک کمیسیونی که برای بررسی این ماجراهای تروریستی در پاریس در مجلس فرانسه، پارلمان فرانسه برگزار شد، مدیر امنیت داخلی فرانسه گفت که اگر دو بار دیگه در فرانسه عملیات تروریستی انجام بشه این کشور به جنگ داخلی سقوط خواهد کرد. البته منظور این آقای مدیر امنیت داخلی که پلیس بوده، معمولا برای این کارا افسران اطلاعاتی رو میذارن، حالا اینجا برای اولین بار هم در فرانسه پلیس رو گذاشتن مسئول امنیت داخلی. برحال منظور ایشون این بود که به دلیل این مسائل تروریستی که پیش اومده و اینا همه نیروشون رو متوجه این کار را کردن، چون در چند سال گذشته حدوداً 10,000 پلیس و امنیتی فرانسه اینا کم کردن به دلیل اینکه اروپا یکی شده، مرزها برداشته شده، بودجه رو کم کردن، اینا تعطیل کردن، احساس کردن که امنیت در اروپا برقراره، اما نمیدونستن که مرزها برداشته میشه، درد سرها اضافه میشه. و حالا صحبت از اینه که بگیرن این همه این کم کردن بودجه در زمان آقای نیکولا ساخوزی که خودش هم وزیر کشور بوده، هم رئیس جمهور بوده، خیلی هم ادعای پلیس بودن میکنه، اتفاق افتاد. ولی این آقا منظورش اینه که ما نتونستیم از نیروهای به قول اینا اکستریم دوات، یعنی فاشیست ها و تندروهای راستی غافل شدیم. من که اخباری به اومد بیرون مدتی است که برخی فرانسوی های خیلی کاتولیک مذهبی تونرو رو دیده شده که اینا از طرف اوکراین و سمت مرز لهستان میرن و از اونجا اسلحه میارن، اسلحه روسی مثل کلاشنیکوف و نارنجک، و اینها دارن خودشون رو مسلح میکنن. به جز حزب جبهه ملی که خانم لوپن مدیرشه، 3 گروه تونروی فاشیستی ناسیونالیستی در فرانسه وجود داره که اینها تقریبا پشتیبانی میکنن از هم از گروه خانم لوپن، اما خودشون یه سازمان شبه نظامی دارن و اینها گمان میره که جنگی داخلی بین این گروه راستی، گروه های راستی و مسلمونا در اینجا انجام بشه. چون الان نگرانی مردم، یکی از دوستایی که در آلمانه به من میگفت که حدود 60% آلمانی ها از خارجی ها به ویژه مسلمان ها نگرانن. در فرانسه هم کم و بیش همینه.
و منتها خب اینا نمیتونن بگن، روشون هم نمیشه، ولی کلا هم نگرانن و هم تنفر دارن، منتها نمیتونن بر زبون بیارن. این نگرانی از خارجی ها، چون دیده شده خارجی ها آدم های غیر قابل پیش بینی هستن، قول اینا هم پریویزیبلن، غیر قابل پیش بینی هستن. یا آدم ممکنه خیلی مهربون و خوب و ظاهرش بسد، اما خارجی ها معمولا از کشورهای شرقی که میان، منظورم شرق خاورمیانه است، اون فرهنگی که در اون منطقه جاری است، اینها دو چهره دارن. ما در ایران هم همین داریم میبینیم، متاسفانه ایرانی ها یه چهره خارج از خونشون دارن، یه چهره درون خونشون دارن، در چارچوبشون دارن. به هر حال این مسئله باعث شده که نگرانی ها در فرانسه، در اروپای غربی به ویژه افزایش پیدا کنه، و فرانسه هم به دلایلی که خدمتتون عرض میکنم خیلی زیر این تهدید هست. اولا فرانسه یک دوران 137 ساله استعمارگری در شمال افریقا، در کشورهای مغرب، الجزایر، تونس و مراکش داره. شمار مهاجرین مسلمان و مغربی در فرانسه بی نهایت. اینجا دومین دین پس از مسیحیت اسلام. البته اینجا به دلایل حکومت لایک یا سکولار مسئله دین مطرح نیست، اما اینا از طرف از نظر جمعیت بسیار زیاد و دردسرشون بسیار زیاد. این جامعه مهاجر جذب این جامعه نشد. البته فرانسوی هم در این کار بسیار مقصر بودن، مثل اروپا، مثل امریکا و کانادا رفتار نکردن، اینا رو جذب نکردن. اینا اغلب حومه شهرها می نشینن، در جایی که محلهای به نام گتو است در واقع، که همه اینا هستن بیکارن، با کارهای خلاف روزگارشون رو میگذرونن، درس نمیخونن، کم درس میخونن، در جامعه زیاد جذب نشدن. یه فرهنگی رو هم که فرهنگ اسلامی است، اصولا با فرهنگ اروپایی که بر دو پایه یهودی مسیحی و یونانی و رومی بنا گذاشته شده اینجا، اینا در هیچ کدوم این قالب ها نمی گنجن. یه مسلمون نه در فرهنگ دینی اینا که یهودی مسیحی از ریشش جا داره، و نه در فرهنگ تاریخی و هنری اینا که یونانی و رومی باشه جایی داره. بنابراین اون وسط گرفتاره، جذب این جامعه نمیشن. به دلیل نزدیک بودن این کشور به اون کشور اصلی اینها، که با یک ساعت هواپیما میشه رفت شمال افریقا، با یک شب گذشتن از دریای مدیترانه میشه رفت اونور، اینا همیشه با فامیلشون اونور در تماسن. اینجا ما رمزون که میشه انگار همون الجزایر و مراکش و تونس هست و یه همچین حالتی. جوان های اینا بسیار سرخوردن، کارهای خلاف های کوچیک، دزدی های کوچیک، فروش مواد مخدر در سطح پایین، و همیشه جامعه تو سر اینا میزد و اینها گرفتار زندان بودن، زندان های کوتاه مدت، و ارزش جامعه برای اینا قائل نبود. اما از هنگامی که نیروهای جهادی به وجود اومدن، مخصوصا داعش که به نام حکومت اسلامی است، اینها هویتشون رو در این نیروها به دست آوردن. داعش به این آقای محمدی که راننده یک کامیون بوده، اینجا البته خلاف امنیتی نداشته، ولی مشکلات فامیلی داشته و همون کارهای عادی، حتی 6 ماه حبس تعلیقی هم محکوم شده، که اینطوری که خبر میدادن در رابطه با احتمالا کتک زدن زنش بوده و اینکه گفته بود یه ویولانس فامیلی داشتن. به اینها لقب امیر میده، اینجا بهش میگن امیر، همون امیره، یعنی جنرال، یعنی سردار. و یه جوونی که چند وقت پیش همین گرفتنش، 25 سالش زندان، همون در ماجرای 13 نوامبر پاریس، اینا به عنوان امیر داعش، یعنی جنرال داعش، یعنی همون حالتهایی رو که جمهوری اسلامی اومد به همین پاسدارها و بسیجی‌ها و یه مش اوباش و عرازلی که در تهران و شهرستان بودن، اینا رو آورد و توی نیروهای انتظامی، الان هم کرده سردار و سردشگر و از این حرفا. در واقع به اینا هویت داد و اینها از این هویتشون راضین، خوشحالن. بنابراین مشکل فرانسوی ها بخشش بازتاب مسائل مشکلات خاورمیانه است، که آغاز این مشکلات خاورمیانه میدونیم در اختلاف 60-70 ساله عرب و اسرائیل.
اما دیگه از اون فراتر رفته. بخش دیگرش اشکالات درونی این کشور با این مهاجرین، موج مهاجرین. پدران اینا نسلای اول و دوم، اینا بعضیش نسل سوم و چهارمن، وقتی که اومدن در اینجا کار اومدن، آدم های کارگر، حقشناس، زحمتکش، دوران پیروشون هم اینجا تو این پارک ها و میگذروندن. من الان هم برخشون میبینم آدم های درستکاری، حالا مسلمون هم هستن، مثلا مشکلی هم ندارن. اما فرزندان اینها که جوانهایی که امروزی هستن، اینها در واقع سرکشی میکنن، راضی به اون کار کارگری که پدرشون انجام داده، اینا نمیکنن این کارو. حاضرن برن با دروغ و دغل سوشیال میگیرن، کار خلاف میکنن. الان هم که داعش براشون یه راهی رو باز کرده بود که برن سوریه و اون طرفا کشتار کنن، غارت کنن، با دست پرم برگردن بیان فرانسه یا بلژیک یا اروپا و بعدم اینجا خرابکاریاشون ادامه بدن. اما بیشترین کلاهبرداری ها در بیمه های اجتماعی به وسیله این مهاجرین، این گونه مهاجرین انجام میشه. 80% زندانی ها در فرانسه جرایم عمومی، مواد مخدر، این مهاجرین هستند. و به هر حال یه دردسر بزرگی است برای این دولت که زمین سازی های ویژه‌ای میخواد، بایستی بودجه هایی رو در زمینه فرهنگ، اجتماعی، سیاسی در مورد اینا خرج کنه. و الا با آوردن دو سه تا وزیر عرب تبار خانوم جوون و وزارتخونه ای رو داده باشن بشه، اینا بیشتر ظاهری هن و برای آروم کردن مردم هن. در واقع اینا آلت دست سیاست مداره فرانسوی هن. و الا یه خانوم جوونی که 28-30 سالشه 4 تا وزارتخونه رو بهش دادن، اصلا دست چپ و راستش هم نمیشناسه. بعضی ها میبینن مثلا تعریف میکنن بله ایشون خیلی، نه در واقع اینطور نیست. اینا رو میارن که این جوونا رو آروم کنن، ولی همه اینا رو که میری پشتشون رو میگیری، میبینی یه جایی شوهر اون خانم فرانسویه یا نمیدونم به هر حال یه ارتباطاتی با فرانسه. نه این صورت نیست. و اینکه اینجا عدالت اجتماعی اونطوری که باید باشه برقرار نیست و به هر حال این ناراضیت اجتماعی زمین ساز پرورش و به نوعی که ما میگیم استخدام اینجور آدم ها برای اینجور کارا هست. به هر حال در خدمتتون. بسیار ممنون و سپاسگزارم، خیلی توضیح جامع و کاملی بود و کاملا نتیجه گیری دقیقی بود از اوضاع احوال. و ما بس تکرار میکنم، در اون دو تا شک داره. یکی اینکه خود این فرانسوی ها یا اصولا اروپایی ها با توجه به شناختی که از این وضعیت این جوانان دارن، راه رو برای خروج اینا و پیوستنشون به داعش خودشون باز کردن به باور من، که اینا برن اونجا بالاخره تو صحنه یه جوری عبه این برن تموم بشن. ولی الان چون این داستان طولانی شده و اینا هم یکی یکی رفتن و سرخورده بر میگردن، اینا هر کدومشون تبدیل دوباره به بمبای خطرناک انفجاری سخت شدن. و یکی هم این که موضوع همین که شما گفتی، وقتی که داعش در حقیقت شکلشو پیدا کرد و هی گفتن آقا جوونا دارن از بلژیک و فرانسه و انگلیس میرن، خب من اعتقادم بود که به خاطر این میره که دنبال عدالت اجتماعی حرکت میکنه، اون بهش داره میگه برابری برادری، اینجا نگاه کرده عمرش، پدرش، مادرش، خودش، برادرش همه در گدو زندگی میکنن، هیچ عدالتی وجود نداره. یه روزگاری پرچم سرخ بود دنبال عدالت اجتماعی حرکت میکرد، حالا اون پرچم رنگش تغییر کرده. من کاری به این که اون مسلمون اون یکی نمیدونم چیزی ندارم، این دوستان وید از این داستان ناراحت میشن، این مثاله، به عنوان روشن کردن قضیه مثال میزنیم. معلومه که خب یارو کمونیسته با اسلامی فرده، ولی در قالب نهایت در آخر کار هر دو ایدئولوژیه، و هر زمان که ایدئولوژی باشه شما رو به دام خرافه و تعصب و تعلق میبره دیگه، راه دیگه ای برایش وجود نداره. ولی سوالی که دوباره در همین حول و حوش میتونم از شما بپرسم و خواهش کنم که ما رو روشن کنی، این استش که شما اشاره میکنی به اینکه پلیس فرانسه تعلل میکنه، ولی در ماجرای اون دو برادر
در پاریس ما دیدیم که پلیس اصلا قبل از اینکه اونا حرکتی بکنن، در حالی که اونا خودشون رو تسلیم کردن تو اینا رو دستگیر کنن، زب شلیک کرد و اونا رو کش و خیلی اعتراض کردن که آقا خب اینا رو چرا کشتیم، میوردید ازش سوال میکردیم. ولی این بار چنین حرکتی رو انجام ندادن، یعنی اینا گذاشتن کامیونه بیاد 70-80 نفر زیر بگیره، در حالی که در یه چنین شرایطی، خب ما در روز قبلش در همین آمریکا روز 4 جولای یا همون 4 ژوئیه، خب روز جشن و همین این همین مراسمی که در 14 در روز پیروزی مردم بر باستیل، در حقیقت تاریخش از اونجا سرچش میگیره و پیروزی انقلابیون است که باستیل رو تصرف میکنن، جشن میگیرن. اینا هم اعلامیه استقلال رو که روز 4 جولای نوشتن در فیلادلفیا، اینا هم جشن میگیرن. مردم زیادی، زن و بچه، از ساعتهای زود میان که جا بگیرن، بهتر یه جایی صندلی بیارن برای خودشون، بساطی پهن میکنن، سنبر و چایشون هم میارن و میشینن منتظر میشن زن و بچه تا اینکه ساعت 9 شب که مثلا تاریک میشه هوا، آتش بازی رو تماشا بکنن. خب در همین لحظه ما نگاه میکنیم این پلیس، آدمای مامور انتظامات که یونیفرم تنشونه، اینا همه دارن میچرخن. من سوالم اینه که پس چرا اینا جلوی اینا از اون ثانیه اول نگرفتن، وقتی دیدن یه کامیونی، یه تریلی توی خیابونی داره میاد که عبور و مرور ماشین ممنوعه، چرا همون اول پلیس به این اخطار نداد، ایس بهش نداد؟ اینو نفهمیدم هنوز. اگه اطلاعاتی دارین خوشحال میشم. خدمت عرض کنم که اون پلیسایی که در پاریس سال گذشته با اون دو برادر درگیر شدن و اینا رو کشتن، اونها پلیس‌های نیروی ویژه بودن. اینجا دو نیرو داریم ما، یکیش گروه عملیات ژاندارمری ناسیونال یا ملی و یکیش گروه عملیات پلیس ملی. این دو گروه در مجموع حدوداً 600 نفر، البته با لوجستیک و ایناش هستن، با متخصصینی که مثل روانشناس اینا دارن. این گروه عملیاتی در شهرستان ها هم حضور دارن بخشایشون، منتها دو گروه عملیاتی هستن که برای کارهای ویژه به کار میرن. در نیس اینا اون زمان حضور نداشتن، اینا معمولا برای نجات گروگانگیری، هواپیما دزدی یا همین اتفاق. اون در پاریس اینا پایگاه دارن در غرب پاریس و همینطور که خدمت تو عرض کردم، مشکل این بود که پلیس فرانسه اصلا قابل مقایسه با پلیس امریکا نیست. پلیس امریکا وقتی به شما ایست میده، شما اگه دستم جیبت ببری بلافاصله شلیک میکنی. این همه اتفاقاتی که در امریکا میفته همینه و مردم میترسن، یعنی کسی که خلافکار نباشه بلافاصله تسلیم میشه. ولی در فرانسه این پلیسا بیشترش پلیسای محلی هستن، در استام شهرداری حتی پلیس ناسیونال هم نیستن و حتی اونا اسلحه هم ندارن. خیلی هاشون گاز اشکاور دارن و از این اسلحه های کمری که تیرای پلاستیکی یا اخیراً هم برق میندازه، که دو مورد اینا این برق خورده یا اون پلاستیکی ها به چشم دو نفر در دو سال گذشته و کور کرد و اینجا جنجالی شد. به هر حال گفتم اصلا اینا آمادگی ندارن، برای اینکه اینها طرز فکرشون با پلیس امریکا فرق میکنه و من میتونم خودم جای اونا بذارم که بگم که بله، دیده کامیون داره میره، گفته اینا ترمز بریده یا طرف پشت راننده پشت کامیون سکته کرده و زمانی وارد عمل شدن که اون شخص شروع کرده تیراندازی کردن و اینا تازه فهمیدن یه ماجراییه. من به شما قول میدم اگر این راننده کامیون همون آقای تونسی تیراندازی نمی کرد، پس از انجام کشتارش میتونست گاز بده و بره از اون محلم دور بشه. اینا هم نمیتونستن بگیرنش. این مسئله است از نظر تکنیکی و با شناختی که من دارم خدمت عرض میکنم این طور بوده. در پاریس وضعیت فرق میکرده و این یک چیز غافلگیرانه بوده و یه جشنی بوده و الان هم موقع تعطیلات، 2 تعطیلات در فرانسه، یعنی به نوبت هر کسی 3 میره تعطیلات، از ژوئیه آغاز میشه و ماه اوت و تقریبا از اواخر ماه ژوئن، و پلیس هم تعطیلات داره، اونها هم میرن، نیروهای پلیس، ارتش، همه اینجا تعطیلاتشون باید استفاده کنن و به نوبت میرن و بنابراین حفاظتی رو که حتی در شهر نیست، گفتم شما اگر این
فیلم ها رو ببینید که از همه جوانب این فیلم ها پخش میشه، برای اینکه شهر نیس پر از دوربینه. این فیلم ها از دوربین هایی است که شهرداری برای سکوریته اونجا نصب کرده، به دست اینا افتاده. بسیار سپاسگزارم. عرضم به حضور شما که بریم تا ببینیم که بالاخره این داستان روشن می شود. حالا شاید اینا مخفی می کنن، ولی یکی از همین فرمانده های چه حجت الاسلام های همین داعشی ها به همون شعار سپاه پاسداران استناد کرده بود، چون که اون موقعی که خامنه ای میگو ما فتوا دادیم که سلاح اتمی رو به کار نبرین، من میگفتم خب شما رو قلبش رو سینهش شعار سپاه پاسداران اینه که یه دستیه تفنگیه، اون بالاش هم نوشته و اعدم لهم ما استطعتم من قوه، بر علیه دشمنانتون از همه قوه و استطاعت و توانت میتونی استفاده کنی. یعنی اگه تفنگ داری تفنگ، نداری مشت و لگد مگس خوش، به قول صمد آقا انگوش بزن به چشش دیگه. و اینجا هم ظاهرا یکی از همینا حکم کرده بوده که اگر خوب نمیتونی بمب ببری، نمیم جلیقه ببری، فلان هیچ کاری نمیتونی بکنی، با ماشین برو تو صف اینا و بزن مردم رو بکش. به حال و شما هم اشاره کردید به داستان زنه که در نمیم کنار دریا رفته بود لباس شنا پوشیده بود، اینا بهش گیر دادن. و این مسئله مهمیه و مشکلشون هم اینه که اینا آدم های یونیفورم پوش نیستن، آدم معمولی هن، کنار رد میشه نمیتونی تشخیص بدی که این کیه، بالاخره این تروریسته یا تروریست نیست. ولی نکته جالب اینه که با توجه به همه تمرکزی که پلیس و ارتش در اروپا الان دارن و دقت میکنن محل ترددار و رفت آمدار رو کنترل میکنن، با توجه به اینکه شما اصلا خودتون گفتین که پلیس اعلام این کرده که مردم بیان خون بدن، آماده باشین منتظریم یه اتفاقی بیفته، حضور چنین اتفاقی نمیدونم خیلی به نظر عجیب میاد. اما اجازه بدین بریم به ماجرای ترکیه و اینکه آقای رجب طیب اردوغان آخرین خبر اینه که کاخش رو فرار کرده، از کاخ ریاست جمهوری در رفته رفته قایم شده، نخست وزیر هم در پنهان داره شعار میده، ارتشی ها عده ای از جنرال های ارتش رو در مقر ستاد ارتش گروگان گرفتن و صدای تیراندازی از تو پادگان شروع شده، بعد این آمدن تو خیابون، نخست وزیر گفته که نیروهای امنیتی بیان و اینا اگر که این عده اوباش ارتشی نمیدونم ما پیروز بشیم اینا رو به اشد مجازات درها جریمه میکنیم و تنبیهشون میکنیم. میخواستم ببینم که چیه این کودتا اصلا چجوری شکل میگیره، چون مثلا من دوره آریامر هم مثلا میگفتن که اون تیمسار قرنی میخواست کودتا کنه، ولی گرفتن قرنی رو، گرفتن حکم دادن زندان کردن، ولی خب یه نفر یه جنرال که نمیتونی یه نفری کودتا کنه، هیچ افسری گروبانی سرباز وظیفه همراه قرنی نگرفتن که بگن آقا یه تیمی رو در اینجا گرفتیم از افسر و سروان و سرگرد و سرهنگ و اینا هستن، فقط یه نفره جنرال رو گرفتن گفتن میخواسته کودتا کنه. کودتا چیه؟ چه شکلی صورت میگیره؟ چه اتفاقی میفته؟ البته خدمت رو عرض کنم که من در کودتا شرکت نداشتم، ولی پدر من که نظامی بود در 28 مرداد در واقع جزو طرفداران شاه بود و جزء کودتاچیان حساب میشد. من خاطراتی که از اون دارم. اما اصولا در ترکیه کودتا قانونی بود تا چند سال پیش. یعنی ایران هیچگاه کشور کودتا خیزی نبود، برای اینکه زمانی هم که رضا شاه اومد خودش یک نظامی بود، یک قضا بود و اون راه رو در دوران رضا شاه چندین کودتا شکل گرفت که رضا شاه از کار بندازن و اون چون خودش این کاره بود نتونستن. محمد رضا شاه هم تمام درها رو بسته بود و اینی که میگفتن، البته تیمسار قرنه شاید فکر کودتا داشته با کمک خارجی ها، اما این فکرش بیش از اینی که عمل در بیاد رو
خونسا شده. خب به هر حال هر فرمانده ای، هر شخصی، حالا سیاسی باشه نظامی باشه، وقتی میخواد پیدا کنه باید یه سری نیروهای کارا و عملیاتی رو در اختیارش داشته باشه که اینها بیان و مثل 28 مرداد که به طرفدارانش نیروهایی از اصفهان و تهران و واحدهای نظامی مثل گارد شاهنشاهی حرکت کردن، رفتن وزرای مصدق رو گرفتن که من خودم چون تو گارد خدمت کرده، من سنم با اونا نمیخوره، با افسرهایی که در اون زمان در کودتای 28 مرداد شرکت داشتن، جوان بودن، با اینا خدمت میکردم، گاهی هم تعریفهایی از اینا شنیدم. اما بایستی بالاخره یه نیروی نظامی در اختیار بشه. اما در ترکیه میدونید که طبق قانون اساسی که 3-4 سال پیش همین آقای اردوغان اومد تغییرش داد، در رفراندوم گذاشت، کودتا جنبه قانونی داشت، یعنی ارتش ترکیه ضامن قانون اساسی سکولار یا لایک ترکیه بود و هر آن فرماندهان ارتش احساس میکردن که حکومت داره به سمت سوی میره که منافع ملی یا قانون اساسی در خطره، کودتا میکرد. و من خودم در یکی از کودتا هستم در ترکیه بود، مرد سرباز ها آمدن تو خیابون و حکومت رو دست گرفتن و اصلا جمهوری رو گرفتن و زندان و همه وزرا رو از کار برکردن کردن. چند سالی هم حکومت دست ارتش بود، دوباره میدادن به غیر نظامی ها، دوباره این ماجرا چند سال بعد تکرار میشد. اما هنگامی که ترکیه تقاضای ورود به اتحادیه اروپا کرد، یکی از شرایطی که برای ترک ها گذاشتن این بود که باید قانون اساسیشون رو عوض کنن و این مسئله کودتای نظامی با قوانین دموکراسی اروپا سازگاری نداره. و اینکه پیش از این ماجرا ما در اسپانیا و در پرتغال هم تا همین 40 سال پیش شاهد کودتا بودیم. اما اردوغان هم این کارو کرد، قانون اساسی رو تغییر دادن و ارتش رو از این ماجرا کنار گذاشتن و حتی انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه به نوعی بود که از روی ایتالیا تقلید کرده بودن، به این منظور که دو مرحله بود، یعنی یه مرحله مردم نمایندگان پارلمان انتخاب میکردن که الان در ایتالیا هم هست، نماینده پارلمان بین خودشون رئیس جمهور انتخاب میکردن، ولی الان دیگه اینها اونم عوض کردن و به رأی مستقیم گذاشتن تا جایی که ما داریم میبینیم. البته باز بس اونایی که اصول قانون اساسی ترکیه رو بهتر میشناسن راجع به مسئله بحث کنن. اما اردوغان در دو نوبت هم در چند سال گذشته دست زد به دستگیری بعضی افسرانی که احساس میکرد اینها ممکنه خطرناک باشن، هوای و هوس کودتا و قدیم تو سرشون باشه. دادگاهی هم کرد، سمداد جنرال، کلونل، افسران جز، و سعی کرد که عوامل خودش رو در این سازمان ها به کار بگمونه. البته خب چند سالی داره این کار انجام میده. از جمله یک گروهبان ارتش رو ایشون رو به مقامی رسوند که یه دکترایی بهش دادن و این گروهبان ارتش ترکیه بود که در واحد ویژه خدمت میکرد که جزء پیمان ناتو مدتی هم در آلمان بود، ایشونو کرد رئیس سازمان اطلاعاتی ترکیه. دکترا اونجا بهش دادن، مثل مدرکی که خود اردوغان هم الان داره، میگن قلابیه. این همون دکترای ترکیه رو برد امریکا و در یک کلاس خصوصی شد دکتر. تا همین چند وقت پیش هم الان نامش فراموش کردم، این آقای سرگروبان اونجا رئیس سازمان اطلاعاتی بود که یک طرفدار خیلی سفت و سخت اردوغان بود، ولی شیعه بود. خیلی جالبه. و اردوغان افراد خودش رو در جاهای گماشته، اما همیشه این تنش در چند سال گذشته بین این آقا و حزبش و جنرال های ارتش که آرزوی بازگشت به اون قدرت رو دارن وجود داشته، منتها دور زمانه این مقدار عوض شده بود و اونها هم پشتیبانی نداشتن ارتش، چون در گذشته مطمئن باشید که ارتش ترکیه چون جزء پیمان ناتو بود، جنراله وقتی میخواست کودتا کنه رئیس ستاد زنگ میزد به امریکا و میگو آقا من فردا نیروها میارم بیرون کودتا، اونا هم میگفتن اوکی، بدون اجازه اونا هم نبود. اما
اردوغان مدتی است که منطقه رو آشوب کشیده با این حرکاتی که انجام میده و در واقع یه دردسری توی این منطقه شده. شما ببینید یک شبه ایشون هم با قطع میکنم در تایید فرمایشتون، فقط بعضی بسونم که چون من دارم لحظه به لحظه اینا رو مانیتور میکنم، اینا نیروهای خودشون رو معرفی کردن به نیروهای وابسته به گولان و اون شخصیتی که با اردوغان داستان داشت. در همین ارتباط اردوغان افسرهای پلیس و فرمانده ها رو گرفت زندانی کرد، فرمانده های ارتش رو زندانی کرد. این گروه خودشون رو منتسب به اون میکنن و همطور که در مقدمه عرض کردم با شعار آزادی و دموکراسی و حقوق بشر توی صحنه اومدن و ظاهرا مثل این که اعلام کردن که رادیو تلویزیون را هم در اختیار گرفتن، یه جوری مستقر شدن. خواستم این آخرین گزارش هم به عرض رسونده باشم. بفهمید. خواهش میکنم. خب اطلاعات خوبی. از بزرگ شما فتح‌الله گولن که رهبر مخالفین آقای اردوغانه یه آدم مذهبیه و در امریکاست، یعنی در واقع خمینی ترکاست به نوعی و از پشتیبانی امریکایی‌ها برخورداره. بارها هم سعی کرده که اردوغان یه جوری ترتیب اینو بده، نیست و نابودش کنه. تقاضای دستگیریشو کرد ولی خب گوش نکردن امریکایی‌ها. عرض می‌کردم که اردوغان وضعیت نامناسبی به سر می‌بره. همین چندی پیش بود، کمتر از یک ماه پیش، ایشون روابط شکسته شدهش با اسرائیل یک شبه پیوند زد و معذرت خواهی هم کرد از آقای پوتین. ببینید امروز وقتی صدای این کودتا در میاد، ما باید توجه کنیم که اردوغان میدونسته که موقعیت خوبی نداره، بنابراین گفته این دو دشمن خارجی رو لااقل بیارم با خودم یکی بکنم، چون از روس‌ها می‌ترسید. در نظر این که نیروی نظامی و در ضمن روس‌ها میتونستن به کردها کمک کنن که میکردن و علیه این. اما در مورد فتح‌الله گولن بگم، فتح‌الله گولن یک رهبر مذهبی به گفته ترک‌ها روشن فکره، ولی اینکه میگم اطلاعات بد نباشه که به عرضت برسونم. خوبه. اوکی. عرضم به حضور شما که اعلام میکنن که نکته‌ای که میخواستم بگم در بازم در همون ادامه صحبت شما که گفتی اون در دوره‌ای که اینا عضو ناتو بودن بدون اطلاع میدادن به آمریکایی‌ها، آقای جان کری ابراز امیدواری کرده و گفته است که صلح و ثبات و تداوم، امیدوارم که صلح و ثبات و تداوم در ترکیه برقرار باشد. به حال یه جوری نسیخ به سوزه نه کباب تایید دیگه، یعنی اینکه گفته که امیدوارم که اینجوری برقرار باشد. حالا از کتا نکته دیگه اینه که ما یادمونه که در مورد سیسی اتفاقا امروز من راجبش حرف می‌زدم، وقتی سیسی مرسی رو زد کنار خیلی ها راز شادمانی کردن، عل کردن، بل کردن، ولی امروز نشون داده که آقای سیسی خیلی رفتار خشنی داره و هزاران نفر رو در زندان نگه داشته. میگن گزارش کردن 400 نفر در قاهره مفقودن، یعنی اصلا ردی ازشون به جای نیست، تو حوض اسید انداختن چه کردن یا بردنشون به کهریزک نمیدونم، ولی به حال اونجا هم در حالی که ما فریاد شادی کشیدیم که آقا مرسی رو زد، اسلامی ها رو انداخت کنار، یه آدم فلان اومده، نگاه میکنیم اینی که از چیزی که مردم در ابتدا در لحظه‌ای که اومدن در بهار عربی که مبارک رو بذارن کنار و بعد اون اتفاق افتاد، اصلا این مسیر نبود. میخواستن یه جامعه سکولار دموکرات داشته باشن، ولی خب سکولار دموکرات ها با همدیگه اتفاق نکردن، مرسی از توش بیرون اومد، مرسی رو ارتش زد، ارتش امروز بزرگترین ظلم رو داره اونجا انجام میده. بفهمید، گوش میده. خب این البته به عرضتون برسونم که معمولا اگر حکومت رو به نظامی ها بدین نباید بیش از اینم انتظاری داشته باشین، اما نظامی که از کشورهای خاورمیانه و عقب افتاده میاد بیرون به قدرت میرسه با نظامی که در اروپا مثل جنرال دوگل یا در امریکا مثل جنرال آیزنهاور اصلا قابل مقایسه نیستن اینها، و ما نباید توقع داشته باشیم که مثلا سیسی رو با جنرال دوگل فرانسوی یکی بکنیم که
اعتقاد به دموکراسی داشت، یا آیزنهاور که قانون اساسی امریکا رو رعایت کرد و اعلام میگفت من فاتح جنگم و وای میساد بازم رئیس جمهور ما دوم عمری خودشو تعیین میکرد. خب فرهنگی در جوامع غربی و دموکرات جا افتاده، خب زیباییش به همینه. در کشورهای اون طرف هنوز اون قدرت های شخصی، من مطمئنم که فردا که آقای گولن اینا بیرن سر کار به عنوان رهبر یا رئیس جمهور، نظامی ها که این کار کردن دستی بر آتش خواهند داشت، اونطور نیست. اما گولن موفق شده، افکار اندیشه های گولن تعداد زیادی، تقریبا میتونم بگم اکثریت روشنفکران، هنرمندان، یعنی یه چیزی هست که من یادتون بندازم 57 که خمینی همه روشنفکران رو فریب داد و به دنبال عبای خودش راه انداخت، گلن هم الان در همون حالته. فتح الله گلن هرچی هنرمند، آرتیست، رقاص، هنرپیشه است، نویسنده است و کسانی در علم فعالیت دارن، بخش بزرگی از نظامی ها به گلن اعتقاد دارن و اینطوری که اخباری که شما دارین دقیقه به دقیقه تعقیب میکنین نشون دهنده اینه که این کودتای گلنه که در امریکاست و از حمایت امریکایی ها برخورداره و نگرش داشتن اونجا و من گمان میکنم که این هم یه همچون مسئلهیه که وضعیت اردوغان رو در ترکیه اینها مشخص کنن و این آقا زیادی دیگه داره سرش رو به در دیوار و اطراف میکوبه و خطری هست برای اینکه هر روز داره آزادی‌ها رو محدود میکنه. روزنامه، بسیاری از روزنامه نگارا طرفدار گلن هستن. خب یه نشریه ها، رسانه ها طرفدار یه شخصیت سیاسی باشن خیلی مهمه. دقیقا من اینو مقایسه میکنم، این طرفداری ترکار از گلن با طرفداری ایرانی ها، مخصوصا همون روشن فکرهایی که مردم ما رو به این روز انداختن، با از طرفداری از خمینی یه همچون حالتی داره. اما به هر حال اون ریشه و یا اون تفکر نظامیگری و دخالت در قانون اساسی در ترکیه به نظامی ها هنوز از بین نرفته، برای اینکه دیر زمانی نیست که اینا تا 2 دهه پیش کودتا داشتن اونجا، حالا هم یه همچین حالتی هست، وجود داره. اما حالا باید ببینیم که نیروهای طرفدار اردوغان برای روی با ارتش کاری که کرد، یه تعدادی کمی از افسران ارتش با اردوغان هستن، اما این بیشتر نیروهای پلیس و امنیتی رو به خدمت خودش گرفت و بعدها هم دیده شد که در این فسادهایی که در ترکیه کشف شد، همین نیروهای پلیس و امنیتی ترکیه دخالت داشتن، ارتش دور از اینا بود. و من شنیدم که همون آغاز اخبار که نیروهای ژاندارمری هم که وابستگی به ارتش دارن و در دهات و شهرهای کوچیک و اطراف شهرهای بزرگن، اونها هم به طرفداری از این کودتا وارد خیابون شدن. اما آیا درگیری جدی بین کودتاچیان و نیروهای وفادار و آقای اردوغان در خواهد گرفت، کشتاری خواهد شد؟ گمان نمی کنم، چون یه مقداری دور زمونه دیگه 40-50 سال پیش نیست و البته امیدوارم که اینطورم نشه، چون این کودتای خونین باعث میشه که پیامدهای ناخوشایندی داشته باشه. و ولی اگر امشب اینا بتونن حاضر باشن بعضی مناطق رو به دست بگیرن و آقای اردوغان هم اگر موفق به فرار بشه، که هیچ اگر نمیگیرن میندازن زندان با اون اعضای دولتش و جرایم زیادی هم داره که بتونن محاکمش کنن همین نظام، مخصوصا که این در زمینه کردستان فشارهایی که به کردها آورد، حالا اگه کردها یه مقدار عاقل باشن در این ماجرا زیاد شورش نکنن که اوضاع احوال دست کودتاچی ها در بیاد و صبر کنن، چون به نفع اونا هم هست که اردوغان کنار بره. به هر حال تا فردا من فکر میکنم که مشخص بشه، معمولا شب اول کودتا خیلی مهمه، تاریخ اینا همیشه نشون داده، اینطوری که گفته میشه جنگنده هم بر فراز شهرها پرواز میکنن، نشون دهنده این که ارتش تقریبا کامل وارد این ماجرا شده و امکان پیروزیش هست. اما اگر اردوغان از این ماجرا بیرون بیاد، سالم بیرون بیاد و پیروز بیرون بیاد،
دیگه برای همیشه فاتح کودتا در ترکیه خوانده خواهد شد. بله، ولی میگه که اردوغان هم از مردم خواسته که بیاین تو خیابون، ایده اومدن تو میدان تقسیم جمع شدن، ارتش جلوی فرودگاه رو گرفته، رادیو تلویزیون رو در اختیار گرفته و از مردم میخواد که بیرون نیان. آمریکاییام اعلام کردن به اتباعشون که برید پناه بگیرید، برید تو هتلتون هر جا که هستی برید پناه بگیرید تا ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. به هر حال دنیا در آشوب است و ماجرا این استش که اینقدر کار آشوب بالا گرفته، بی برنامگی دنیا رو فرا گرفته که یه شخصیت دونی مثل دونالد ترامپ در به در به دنبال صدام حسین میگرده، میگه صدام حسین خوب بود که باعث شد که جلوی اینا رو میگرفته، توریستا رو میکشت و ما در آرامش بودیم، شما بی خودی صدام و بعدش ببین کار به فضاحت به کجا کشیده که دنبال کفندوز اولی میگردن. آقا بسیار از حضور شما ممنون و سپاسگزارم از مهری که کردی، پذیرفتی در این ساعات دیر وقت شهر در پاریس در فرانسه همراه ما باشید. از حضورت سپاسگزارم، ممنونم، مهر کردی برادر، متشکرم. وقتتون خوش. به ها گفته بود با آقای فرامرز دادرس، کارشناس اطلاعاتی در زمینه وقایع پاریس و تداخل اون وقایع با ماجرای ترکیه، و صبر کنیم ببینیم در ترکیه چه میگذرد. من تلاش میکنم که اون تلویزیون رو برای شما وصل بکنم که شما هم بتونید وقایع رو دنبال بکنید، بنابراین همراه ما باشید. من اطلاعات رو مستقیم از تلویزیون اسکای نیوز رو هر جا که مطلع بهتری باشه پیدا میکنم برات پخش میکنم.